خب دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. اینجا خیلی هوا گرم شده در ویرجینیا، یه دفعه از 50 و اینا رفته رو 80-90 و اجازه بدید صدای اینو ببندم. بله خب از امروز اگر ابر و باد و مه و طوفان و فلک همکاری کنند، در فیسبوک هم برنامه رو به صورت زنده بهتون نشون میدیم. امیدوارم این یک قدمی باشه تا اون 8000 خورده نفری که روی فیسبوک هستن و گاهی وقتا میگفتن ما باید صبر کنیم تا برنامه بره روی یوتیوب و اونجوری ببینیم، اونها هم بتونن ببینن. اجازه بدید من ببینم که این کار میکند یا نه، چون که بله میگه what's on your mind، ما که گفتیم چه چیزی در کلمون هست. این بود که میخواستیم برای دوستان به اصطلاح برنامه زنده نشون بدیم. میبینید الان دوستان روی فیسبوک یا هنوز نه؟ 2 3 1 0 بله میگه لایو. حالا امتحانش کاری نداره، من الان به شما یک لحظه اگر صبر بدید با هم یه چیز جدید امروز یاد بگیریم. این تمام زندگی آمریکایی‌ها میگن، میگن every day is learning day، ما هم که میگفتیم زگهواره تا گور دانش بجو. بله به نظر میاد که الان هستم روی این فیسبوک، نگاه کنید بهتون نشون میدم این صفحه فیسبوک مردم تیوی. روی مردم تیوی اومدم چون اینجا 8000 خورده نفر داریم، روی صفحه اصلی 5000 داره. ببینید 8000 خورده نفر داریم، روی صفحه اصلی 5000 دارد. یکم صدا فرق میکنه، اب نداره دیگه، حالا بسازید و چی میگن بسوزید و بسازید. در هر صورت این هم یه سرویسی برای اون دوستانی که مخصوصا دیشب یه نفر پیغام گذاشته بود، اگه بتونم پیغامشم براتون پخش میکنم. خیلی لطف کرده بود، ممنونم از ایشون. و به قول آقای انصاری گفت بعد از این همه سال که فحش و ناسزا، این کلمه ناسزا کلمه خوبیه، یعنی اون چیزی رو که شما سزاوارش نیستین بهتون میدن و ما ایرانی ها در ناسزا گفتن خیلی کارمون درسته. اونایی که سزاوار احترام نیستن بهشون احترام میذاریم، اونایی که سزاوار احترامن بهشون تهمت و بد و بیرا میگیم و بمانند. امروز همونجوری که میبینید بنده الان، یعنی الان که چه ارز کنم، یه یک ساعت و نیمی هست که از آرایشگاه برگشتم. ولی جالب اینه، آهان ضمناً این تصویری که شما روی فیسبوک میبینید، چون من با فیسبوک جدید دارم کار میکنم، هنوز بلد نیستم که چگونه میتونم به اصطلاح تصویر ورودی رو بهش بدم و الان دارم از یک مانیتور، شاید هم عکس اون کامپیوتر یا مانیتور رو شما ببینید. میخواین حتی من اینجا یک بخوام با این ماوس بزنم، یک دبل کلیک کنم. بله الان تصویر باید بزرگتر بشه و اون علامت رو هم از زیرش برداشتم. بله الان اینجا نوشتی که مثلا 3 نفر دارن نگاه میکنن. خب اگه این لطف کنن شد 4 تا، اگه لطف کنن این 4 تا برای 10 تا بفرستن میشه 40 تا، اون 40 تا برای 10 تا بفرستن 400 تا، همینجوری الی آخر. حجم یا کشش فیسبوک چقدر هست نمیدونم، بهتون گفتم این روزا مثلا یوتیوب هم این کارو کرد، ولی برای من بخوام یه جا اینجا بفرستم یه جا اونجا بفرستم یه جا اونجا بفرستم اینها مشکله. این یه قسمتش هم شما دوستان باید لطف کنید، اونیه که یه مقداری کامپیوتر بلده میتونه با ویندوز این رو بگیره یا با سیستم آیپد بگیره اون رو بذاره روی سیستم دیگه. متاسفانه ما ایرانی ها میگیم که خب برای چی این کارو بکنم، پول توش نیست که، همش دنبال پول هستیم. در رابطه با پول و در رابطه با سلمونی اجازه بدید برنامه رو با این جوکی که خالی از حقیقت هم نیست شروع کنیم، یا با سعدی شروع کنیم. دوتاشو این دوست نازنینمون لطف میکنه، خوشحالم که خیلی مرتب این کار رو انجام میده و ارسال میکنه. نوشته کاگو جون از گلستان بازرگانی را خسارتی افتاد، به پسر یا به شاگردش گفت، به پسرش گفت به کسی نگوی. پسرش گفت چشم، ولی چرا نگویم، علت چیست؟ گفت تا مصیبت
دو نشود نقصان مایه و شماتت همسایه. این از این. ولی بریم سراغ این ماجرای آرایشگر و پول و اینها. اجازه بدید از اون دوستی که مبلغ به اصطلاح چی میگن قابل توجهی رو فرستادن از امارات متحده، فکر کنم کشورهای عربی امارات، تشکر کنم. از دوستی که از مریلند $200 فرستادن تشکر کنم. و دوستان شما هم اگر باور دارید که تلویزیون ما مستقل هست و از کسی جایی پولی نمیگیریم، شما هم کمک کنید. چند روز پیش بود یه دوستی زنگ زد گفت آقا من هر وقت برنامه شما رو نگاه میکنم هر یه برنامه $5 میذارم کنار و اینم کردیت کارتم. الان شما مثلا 5 تا برنامه نگاه کردم، $25 کم کن. ما هم ازش تشکر کردیم و ممنون و متشکر هستیم از ایشون. دوستان روی فیسبوک نمیدونم میتونید بنویسید که هستیم یا نیستیم. بله آقای نوروزی نوشته که آقای سوربی خب سلام. سلام از من دوست عزیز. ضمناً شما اون عکسی که گذاشتید اونجا عکس آقای محمد جواد نوروزیه، ولی پدرش چشم انتظارش هست تا بیاد و ننگ و شرم و خجالت. برید دوستان ببینید که این پیرمردها پیرزنها با چه مکافاتی توی این گرما میرن خودشون رو به کمپ میرسونن و اونها که حتی خودشون ننگ دارن قیافشون رو نشون بدن. ببینید اونی که جلاده میاد صورتشو میپوشونه تو ایران اعدام میکنه صورتشو میپوشونه برای چی؟ برای که این احمق میدونه کاری که داره میکنه درست نیست، خودش هم شرمنده است از این کار. دوست که میاد خونه شما چرا صورتش رو میپوشونه؟ برای که خودش میدونه این کار بده صورتش رو میپوشونه. و الا شما اگه ارتش آزادی بخشی با یه ماشین قرازه عراقی اومدی وایسادی جلو این پدر مادرایی که خاک ایران رو برداشتن بردن، شیرینی از ایران برداشتن بردن برای شما و بچه هاشون، اون وقت شما به اینا سنگ میزنید، به اینا فوش میدید، به اینا ناسزا میگید. روز جمعه با آقای عیسی آزاده خواهیم بود، امیدوارم بتونیم چند تا از این ویدیوها رو نشون بدیم. ضمناً ممنونم از آقای حسین نژاد که این چیزا رو ببینید. ببخشید من اینو مثلا ببینید میگه کم بچرخونم اینجا که تصویرم درست دیده بشه. میگم ما روز اول هست که با این داریم کار میکنیم و مانیتور و اینها یه کمی اشکال داره. این مانیتور برای این کار نیست، باید مستقیم به اصطلاح بره برای فیسبوک، باید یاد بگیرم. همه چیز یاد گرفتن هست. خب ببینیم که چی میگن دوستانی که صدای من را از فیسبوک میشنوید. الان ساعت 2:09 بعد از ظهر روز چهارشنبه 5 خرداد برابر با 25 ماه می 2016. لطف کنید همین زیر یه چیزی بنویسید، میشنویم میبینیم صدا خوبه، تصویر خوبه و الی آخر. خود منم یواشکی بله صدا خوبه، باید بریم خواننده بشیم. و اما بیایم به این سلمونی که چه به موقع هوا گرم شد و تابستان ما رفتیم. گفت در شهری در آمریکا آرایشگری زندگی میکرد، سالها بچه دار نمیشد. او نذر کرد که اگر بچه دار شود تا 1 ماه سر همه مشتریان را به رایگان اصلاح کند. بالاخره خدا خواست و این شخص، این آرایشگر، بچه دار شد. روز اول یک شیرینی فروش ایتالیایی وارد مغازه شد. پس از پایان کار، پس از اصلاح سر، هنگامی که این شیرینی فروش یا قناد میخواست پول بده به آرایشگر، آرایشگر از گرفتن پول امتناع کرد و ماجرای نذر خود را به او گفت. اون هم تشکر کرد و رفت. فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، یک جعبه بزرگ شیرینی و یک کارت تبریک و تشکر از طرف قناد دم در بود. روز دوم یک گلفروش هلندی به او مراجعه کرد و هنگامی که خواست حساب کند، آرایشگر ماجرا را به او گفت. فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، یک دسته گل بزرگ و یک کارت تبریک و تشکر از طرف گلفروش دم در بود. روز سوم یک تاجر ایرانی به او مراجعه کرد. در پایان آرایشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع کرد. تاجر خداحافظی کرد و رفت.
حالا شما حدس بزنید فردای آن روز ما ایرانیان فرزندان کوروش هنر نزد ایرانیان است و بس، چه اتفاقی افتاد؟ فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازش را باز کند، با چه منظره روبرو شد؟ 40 ایرانی دم در صف کشیده بودند، همه هم غر می‌زدند که این مرتکه پدر سوخته چرا دیر آمد. واقعا اینجوری هستین یا نیستین؟ و اما آرایشگاه ما رو بگم، ما امروز مجبور شدیم دیگه نمیشد تحمل کنم. دیدید وقتی موهاتون بلند میشه، من نمیدونم چرا آدم اینجوری میشه، فکر میکنه وحشی شده، فکر میکنه هیچ که نمیشناسه، باید بره خودشو ترتمیز کنه. رفتیم و یه آرایشگاهی ما دیده بودیم تابلوشو اینجا، اسپورت کلیپ. بعد گفتیم اسپورت کلیپ چیه؟ بعد یه دفعه دیدیم نوشته هیرکات $9، $9. ما نرفتیم. حالا امروز که اون نزدیک بودیم دیگه تابلوه نبود، رفتیم و معمولا تو آرایشگاه اینجا بیشتر خانما هستن. قدیما یه آقا رسولی هم بود ایرانی، خیلی هم مسافرت میرفت، هر وقت میرفتیم میگفت مصر بودم، اینجا بودم، اونجا بودم، دیگه ازش خبری نداریم، بستن اون مغازه و شاپینگ سنتر رفت. در هر صورت خانما اونجا هستن. یه خانم آمریکایی جوانی بود و گفتیم که بابا اینجا چند مدت باز شده؟ گفت خیلی وقته، ولی من روز سوم اینجا کار میکنم. گفتم آره من دیده بودم اینجا یه تابلوی نوشته $9، ولی نشد اون موقعی که شما حراج داشتید ما بیایم اینجا. خندید گفت ناراحتی نداره که ما یه سری کوپن داریم برای مشتری ها $8 و این یکیشو برای شما گذاشتم اینجا. گفتیم خب خدا پدرت بیاموز. وقتی که داشت موامونو میزد تعریف کرد که تازه بچه گیرش اومده و ما هم گفتیم که ما هم خیلی خوشحالیم، ما هم تازه نوه گیرمون اومده و اینها. بعد گفت آها شما پدر مادر بزرگا این نوه ها رو خیلی لوس میکنید، پدر مادر من که اصلا دیگه این بچه رو میخوان وردارن برن. گفتم خب ما هم همون مثل همون هستیم و اینها. وقتی که آمدیم خب ما وای میسی پای صندوق، بعضی وقتا بهت میگن $8، بعد میگه $3 این، $2 اون، نمیدونم عکس تو آینه دیدی $5 اون. اتفاقا بهم گفت اگر میخواین، چون دفعه اولی هست اینجا هستی، یه پروژه هم داریم به نام MVP که نمیدونم گردن رو ماساژ میدیم، سر رو میشوریم، سشوار میزنیم. گفتم آخه با این مو دیگه سشوار میخوام، بعدم من الان میخوام برم دوش بگیرم، خیلی ممنون، اونو برای من رزرو کن. اینجا میگن رین چک بهم بده، رین چک یعنی یه قبضی بده برای فلان. اینم ما حالا به شوخی بهش میگفتیم. اینم شروع کرد کارتو داد، گفت اینم یه رین چک برای این کار، اینم برای دوستات، چند تا کارتم به من داده، اگه خواستید یه جمله دیدید بگید بهتون بدم. و خلاصه اومدیم دم دخ، گفت وایسادیم، گفت $8. گفتیم جدی $8؟ گفت خب ما $7 هم تیپ دادیم. بعد خندید گفت که خیلی ممنون، من به خیلی ها این $8 رو میدم، ولی بی انصافا نمیان بگن خب حالا این آرایشگاه مثلا $15 بوده، من باید $5 هم تیپ انعام بدم بشه $20، $5 من باقیش هم بدم به این. گفت به ما یه $10 میدن میرن. با همه اینا گفت راضیم، خوشحالم، چون این پروموشن رو فکر کنم اون $8 رو اصلا سلمونیه میده به خود، یعنی سوپر کلیپ گفتم یا سوپر کات، سوپر کلیپ کارتشم باید، نه کارتشو گذاشتم تو آشپزخونه. در صورت این ماجرا رو باور کنید، من اومدم رسیدم منزل، ایمیل رو باز کردم، دیدم که نه، رفتم دوش گرفتم و آمدم ساعت 1:26 دیدم این دوستمون از کالیفرنیا این رو فرستاده و گفتم که چه تصادفی، what a coincidence، ببینیم که چیه. بله فکر کردم ایشون هم امروز داره برنامه زنده رو میبینه. دوستان میتونید از امروز موقع برنامه زنده من از فیسبوک هم ببینید. امروز اتفاقا ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابنده هستیم. بذاریم بهتون بگم که به اصطلاح چی نوشتن ایشون و ما هم چند تا سوال آماده و حاضر کردیم که از ایشون بپرسیم. یه مقاله ایشون نوشتن فرستادن که با این شروع میشه که چرخ تاریخ رو نمیتونید به عقب برگردونید. بعد خب ما 5 تا سوال اینجا میپرسیم که چرا فکر میکنید که چرخ تاریخ رو
به عقب، از منظور از گفتن چرخ تاریخ رو به عقب برگردوندن چیست؟ چه کسی میخوان چرخ تاریخ رو به عقب برگردونن؟ بعد به اصطلاح این دوزاری پا به سن گذاردگان. حالا چرا من تو این نوشته، من برای آقای خداوندلو پیشنهاد کردم که ایشون، گفتم بهتون، مثل کسی که میاد توی دانشگاه صحبت میکنه به منی که میخوام این برنامه رو شروع کنم، باز کنم، یه چند تا سوال و یه چند تا هیدلاین بدن که من بتونم روی اونها کار کنم و باز کنم. 5 تا هست، میپرسیم. شما هم اگه خواستید سوالتون رو بفرستید، اگر رو فیسبوک هم به صورت زنده میبینید که فبه ها، اگر هم با ایمیل میخواین بفرستید که آدرس ایمیل ما همین الان روی صفحه بود، usa.sorby@gmail.com. فکر کنم تو فیسبوک دوستان شما یه چند لحظه ما رو با تأخیر میبینید. این هم از این ماجرا. و اما ببینیم که اینجا چی گذاشتیم. این دوستمون عکس یک بز کوهی رو گذاشته، میگه انقدر این بز کوهی با زاویه از کوه بالا میره که آدم فکر میکنه درخت ها کجن. در حقیقت درخت ها کج نیستن، منظور صخره است نه صفحه. چشم، اینم از این. خب بریم ببینیم که برای شما در قسمت برنامه زنده امروز چی گذاشتیم. آقای ماز جبرانی برای ما عکسی فرستاد که نشون میده فیلمش در جاهای مختلف روی صحنه رفته با موفقیت. من بهش تبریک گفتم و همینجوری که میبینید اکس من اینجا بعد نشته فری پاپ کن، نایس گایز، آرموس هاولی، نمیدونم ایوا هست، اینها همه اینجا. جیمی وست بود که امریکن هیرو، این فیلم آقای ماز جبرانی هست. این کجاست؟ این پایینه. و براش نوشتم که من بهت تبریک میگم، خوشحالیم که میبینیم اسم تو رو روی صفحه. مهم نیست که امروز این پایین هستی، امیدواریم به زودی اون بالای بالا قرار بگیره. میگه که بله، جیمی وستوود has been renewed for a third week. آفرین آفرین، تبریک بهت میگم. اتفاقا دیروز یه نفر از من پرسید آقای سوربی هنوزم هست؟ گفتم به نظر میرسه چون استقبال شده، خود اون صاحب سینماها دارن این رو نگه میدارن. و دوستان اگر جایی هستید که روی وبسایت ما اگه بیاین برنامه‌هاشو به اصطلاح اونجا میبینید، یا اگه جایی هستید که میتونید این فیلم رو برید ببینید، برید ببینید. اگر جایی هستید تو ده و دهات هستین و پناهنده مناهنده، صبر کنید، به زودی روی DVD میاد، اونجا ببینید. ممنونم از علی شیرازی عزیز و امیدوارم که از برنامه اون روز من ناراحت نشده باشه و من نظر خودم رو گفتم. شما هم میتونید نظر خودتون رو داشته باشید و اجازه بدید که آزاد باشیم همین جوری که هست. ممنونم که آقای رادخو برنامه رو دیده بود، هوشنگ رادخو، و گفته بود که من نه امام هستم نه شاه که از کسی که ازم انتقاد میکنه ناراحت بشم یا بخوام اون رو به زنجیر بکشم و زندانی کنم و الی آخر. ما باید هممون همین جوری بشیم. اجازه بدید ببینیم که حالا از هول حلیم تو دیگ نیفتیم و با به اصطلاح به خاطر این برنامه جدید که رو فیسبوک هم میشه برنامه رو زنده بفرستیم، نکنه که ما برنامه رو ضبط نکنیم. البته فیسبوک یه حسنی که داره، گویا برنامه رو اونجا ضبط هم میکنه. حالا ببینیم که چی میشه، کشش این کار رو داریم یا نه. و اما الان که اومدم اینجا یادم افتاد یک آقایی هست اسم خودش رو پیرگدای خراسان گذاشته و توی تلویزیون این عقب افتاده برنامه داره. آقای پیرگدا، دوست نازنین، آخه چرا شماها حتی به برنامه های خودتون توجه نمی کنید؟ شما تو برنامه خودت 100 بار از اون روزنامه و نشریهی که توش کار میکردی ایراد گرفتی، الان اومدی گفتی اونا مأمور جمهوری اسلامی هن. حالا به خاطر چاپلوسی، به خاطر همون دستمالمایی یه چیزی هم خودت میگی، حالا هی میگی این تلویزیونی که توش هستی چنین آزاده چنین آزاده، و اگر یه کسی از یه جایی رفت و گله کرد از اون باید پرسید مرد که پدر سوخته، چرا قبلا که اونجا بودی چیزی نگفتی؟
آخه ببخشید آقای پیرگدای خراسانی، من مثل شما نیستم، نمیترسم، اسم همه رو میارم. مردی که پدر سوخته، چرا اون موقع که تو نشریه بودی حرفی نزدی؟ مردی که پدر سوخته بهبانی، چرا اون موقع که با داور بودی حرفی نزدی؟ مردی که پدر سوخته بهبانی، چرا اون موقع که با می بودی و شجریان بودی حرفی نزدی؟ آخه این چه حرفیه که میزنید شما؟ همه وقتی که یه جایی یک کارمندی ول میکنه میاد، بعد میاد اون اشکالای اونجا رو میگه، تا اون روزی که اونجا کار کرده با اون اشکالا ساخته، تحمل کرده، فکر کرده شاید بتونه درستش کنه، بعد میبینه نمیشه، یا میندازنش بیرون. وقتی میندازنش بیرون میاد اشکالا رو میگه. شما خودت آقای پیرگدای خراسانی، حالا اگر واقعا انسان شریفی هستی برو برنامه‌ات نگاه کن. من که اصلا نمیدونستم شما توی نشریه قلم میزدید، مقاله میفرستادید، از خودتون شنیدم پیتزا فروشی میکردید و اونجا چی مینوشتید. به خاطر اینکه اونها یه چیزایی شما گفتن، مثلا اینو ننویس اونو ننویس، حالا اومدید و ناراحت هستید و میگین اون فلان. اون وقت خود شما میگید آدمای اینجوری آدمای عزگلی هستن. پس به من اجازه میدی به شما بگم عزگل؟ نکنید این کار. برای که برنامه‌تون 2 ساعت پر بشه، هر چرندی رو نگید. نیم ساعت برنامه بذارید مثل آدم، شیک، مرتب، قشنگ بیان بگید و برید. برید، نه ریدا، برید، بروید. ایندیان، ایران و افغانستان ساین ترید کوریدور دیل، میگه که ایران و هندوستان و افغانستان یک قراردادی رو امضا کردن. حالا صبر کنیم تا موافقا و مخالفا در بارش صحبت کنن، ما هم شما رو در جریان میذاریم. و اما علی شیرازی عزیز باز یه ایمیلی فرستاده، نوشته my comment، نظر خودش رو گفته. گفته one day cigarette ban all public places in USA. علی نوشته به نظر من یک روز در سال باید همه جا، جاهای پابلیک یعنی عمومی، سیگار کشیدن رو بند کردن، یعنی ممنوع. الان خیلی جاها اینجوری شده، الان حتی بعضی جاها توی پارک که فضای آزاده و عمومی هست و اینها، باز مردم به اصطلاح گفتن سیگار نکشید و داره کم و کمتر میشه. امیدواریم این گفته شما هم به اصطلاح جامعه عمل بپوشه. و اما دوستمون نوشته که خب اتفاق خود ایشون همون کسی است که از آقای عقیلی پور سوال کرده بود، این ماجرای بحرین و 5 نفر از پانیرانیستا بعد 4 تاشون امضا نکردن، اون یکی که امضا کرده کیه، و آقای عقیلی پور هم لطف کرده قبول کردن که جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با من و شما باشن در این باره و دیگر مواردی که سوال شده صحبت کنن. این دوستمون میگه که یه چیز دیگه، دادن بحرین با صرفه بود یا 8 سال جنگ با این همه کشته و زخمی و خرابی و در آخر بساط اتمی و از همه مهمتر از بین رفتن آبهای زیرزمینی از هر طرف از بین برود به نفع خارج است. تمام اینها از نداشتن معلم خوب کلاس اول، بله کلاس اول نه دانشگاه است، خشت اول چون معلم بنهاد کج، تا سریا می رود دیوار، نوشته تا سریا می رود دانش کج. این دوستمون خیلی کتاب می خونه، اتفاقا 40 تا کتاب قبلا برای ما فرستاده، دوباره 2-3 روز پیش نوشت که تو 2 تا بسته 49 تا یا 46 تا کتاب دیگه دارم می فرستم. امیدوارم این بار این کتاب ها که میاد منو مجبور کنه عکس بگیرم بیارم به شما نشون بدم. شما اگه می خواهید بخرید حمایت کنید یا حداقل بخونید، ما پول پستش هم خودمون بدیم، چی بگیم. و ممنونم. سوال شما یک کمی اشکال داره، الانم بهتون میگم چرا اشکال داره. نه سوال نه نظره، یعنی با سوال شروع کردید. البته خیلی ها وقتی میخوان یه چیزی رو نظر بدن در موردش اینجوری میگن، شما اینجوری شروع کردید، ولی اگر سوال قسمت اولش رو از من بپرسید، دوتاش اشتباه بوده. هم دادن بحرین اشتباه بوده، از دست دادن بحرین، هم جنگ و از دست دادن این همه جوان، این همه سرمایه های ملی، دوتاش از به اصطلاح اشتباه بوده. ولی در مقایسه که کدومش مهمتر بوده، به نظر من مهمتر و بدتر این بود که این جنگ، چون آدم ها توش کشته شدن. توی ماجرای بحرین کسی کشته نشد، حالا
پول نفتی هم اگه هست، مگر ما ایران اون پول نفتو که داره چه در زمان شاه چه در زمان شیخ به من و شما دادن؟ پس برای ما چه فرقی میکنه که بحرین و نفتش مال ما بوده باشه یا نباشه؟ ولی این کشتاری که شد، این غرامتایی که، خسارتایی که به هر خانواده خورد، تا نسلها هنوز اونجا افرادی هستن که میگنشون موجی، موجای این انفجارات، یا اینایی که کمیکال موج شیمیایی شدن و اینا، که خود من تو آلمان که بودم خیلی هاشو میدیدم. اگر سوالتون سوال هست و نه اینکه نظر، به نظر من دوتاش بد بوده، بدتر اون جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. ممنونم از شما. خب میگن که این هم نظر یه نظریه شاه برای بقای خود، امتیاز و باج زیادی به خارجی ها پرداخت، زمانی که خارجی حس کرد به درد نمی خورد و باعث درد سر است ول کرد. خارجی دنبال ملیون و جبهه ملی نرفت چون باجی نمی دادن مانند مصدق، پس بهترین راه را انتخاب کردند و شیخ را انتخاب کردند. امثال آقای عقیلی پور و آریان پور و صاحب نظران باید حساب کنند و با شماره و اعداد به ما بگویند تا ملت، نه رعیت و امت، بین کدام افتاده است. من متوجه نمیشم بین کدام، یعنی بین آخوندها که خریده شدن یا بین ملیون که خریده نشدن، این رو باز متوجه نشدم. شما وقتی با این با تلفن کوچولوت فارسی می‌نویسی یک کمی من قاطی میکنم. در اصل فکر کنم منظورتون رو فهمیدیم. اینم باز آقای عقیلی پور همین الان من میفرستم که ایشون لطف کنن جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و 9 شب به وقت اروپا ایشون پاسخ بدن. ممنون و متشکر. ببینم حالا دیگه بعدش چی گذاشتیم. دوستان هنوز هم هستیم روی فیسبوک یا نه؟ چون صفحه اینجا من دیدم که خاموش شد. ضمناً فیسبوک مردم تیوی رو میگم دوستان، برید روی مردم تیوی نه روی چیز. اینجا نمیدونم بعد 277 نفر، آفرین، 277 نفر آمدند و این رو نگاه کردن و ببینم که اینجا چی میگه. نمیدونم، مثل که این فیسبوک هم خیلی برای چیز نیست، به اصطلاح برای چند ساعت و اینها نیست، برای یه زمان کوتاهی است. حالا اینو میگم بیشتر من وارد میشم و باهاش بیشتر کار میکنیم، ببینیم چه خواهد شد. لایو نوتیفیکیشن و اینجا باز میگه واتس آن یور مایند. بهش گفتیم که بابا ما رو ببر در قسمت مردم تیوی و میخوایم ویدیو نشون بدیم، ببینیم چی میگه. لایو ویدیو، نه فکر کنم آقا ما همون روی تلویزیون خودمون استیل کانکتینگ، وی آر چکینگ یور نتورک. خب شما خاموش کردی، ما کامنت کاری نکردیم. میگه هنوز وصلیم، ولی نیست. اینجا اتفاقا دارم میبینم که رفتیم و بعضی وقتا همین این سیستم های جدید که میاد. اتفاقا دیروز بازی دوستمون 16 دقیقه فیلم این دوستمون فرستاده، خیلی جالبه، راجع به همین دی ان ای و کروموزوم و اینها. به نظر من دیدنش برای همه ما خوبه. این علی شیرازی وقتی یه چیز میفسه میگه این فیلم رو همه باید ببینن. میگم آقا نگو باید، بگو دیدن این رو من پیشنهاد میکنم. ما یک کمی از این باید و بزنیم و حتما اینا دست بکشیم، به صورت پیشنهاد، به صورت تشویق. خیلی فیلم جالبی هست. و بله دوباره مثل که لایف شد روی مردم تیوی. نه آقا بذارید همون روی تلویزیون خودمون باشیم. بعد از 1-2 ساعت روی فیسبوک میاد، روی یوتیوب میاد و الی آخر. بله اینجا الان میبینم نوشته 2 تا تماشاچی، یعنی نشون میده که رفتن اونایی که دیدن قطع شده. باز میگم پایینش نوشته بود 277 نفر به اصطلاح آمدن و دسترسی پیدا کردن. گاهی وقتا با عددها چقدر خوشحال میشیم، یه نفر اضافه میشه به لیستمون چقدر خوشحال میشه. بعد میرسیم به یه جایی دیگه 8000 تا، طرف میگه آقا بیا اونجا 19000 تا هست. میگم که چی بشه، که چی بشه؟ اگه آدم دوست داشته باشه، یه دوست خوب داشته باشه خوب، اگرم اینا دوست نیستن درد سره، میخوام چه کار. در صورت ممنونم، بازم متشکرم. میگه با پخش ویدیو
تمنا پدر محمد جوادی از پسرش برای موقت در چند ماه گذشته فرقه رجوی با من فرداش تماس گرفت برای تخلیه خبرها از من که کور خونده بود. بله نه لطف کنید اگه حالا من صدای منو میبینید شما من بگید که این عکسی که گذاشتید عکس محمد به اصطلاح عکس نوروزی محمد جواد نوروزیه، عکس چون عکس پدرشو من یه جای دیگه دیدم در صورت نمیدونم، و اگر اون اسیره اونم پدرشه شما که از طرف این مینویسید کی هستید؟ البته اگه نمیخواید به من بگید نگید. بله نوشته خیلی خیلی عالیست آقای سربی، دل ما و خانواده را شاد میکنید با پوشش دادن اخبار و مصاحبه با جدا شدگان فرقه رجوی، صدا خوب است ماشاءالله. آقای ایوبی گفته ممنونم. ما یه دوست خوبی داشتیم در آلمان به نام ایوب، این اهل تبریز و اینها بود، خیلی جالب بود و همون موقع که ما آلمان بودیم یه بار هوس کرد بره ایران، وقتی رفت ایران نگهش داشتند و پاسپورتش گرفتند و اومدن، وقتی برگشت گفتیم که ایوب چی شد؟ گفت بره بابا، یه مشتی هم فوشی بهشون داد. گفتیم چی شد؟ گفت به من ویزای وایسا بغل دادن. گفتیم ویزای وایسا بغل چیه؟ اولا تو ایرانی هستی ویزا نمیخوای؟ گفت که بابا اینا که این چیزا سرشون نمیشه، یه نفر از قیافه تو خوشش نیاد، از لهجه تو خوشش نیاد، گیر میده به همین ماجرای آقای حسن پور بیچاره که الان اسیر شده هیچ کم خبر نداره. اون آقایی هم که ادعا میکرد همه وزارت اطلاعات هنوز باهاش در تماسن، به من گفت نه آقا پنجشنبه آزادش میکنن، هیچ خبری هیچ کسی ازش نداره. آقای سیروس ملکوتی هم که آمد گفت این عزیزان از کجا میدونه اینا، گفت آقا اصلا عزیزان غلط کرد، شما برو دنبال کارش. هیچی آقا، هیچ کس به درد نمیخوره. اگه به درد میخوردن شما بهتون گفتم، همین آقای رادخو میگه من تنها کسی هم که میتوانم مردم را بجنبانم. مگه مردم بچه هستن که شما بذاریش تو گهواره بجنبانیش؟ مردم احتیاج به جنبش ندارن که، مردم احتیاج دارن به یه نفر بیاد راه راست رو براشون تعریف کنه، خودش هم راه بیفته بره. اون وقت اونایی که اونو باور میکنن پشت سرش میرن، نه که شما وایسی مثل شبان مثل چوپون وایسی بالای اینجا تپه به مردم سود بزنی، یا یه سگی رو بندازی دنبالشون، یا براشون نی بزنی اونها برن جلو. کجا برن؟ برن به طرف قصابخونه و سلاخخونه که فردا میخوایم بکشیمشون و از پوست و گوشت و نمیدونم پشمشون پولدار بشه. خب ترید رو خوندیم، نو اسموکینگ رو گفتیم، این دوتا رو گفتیم، بریم سراغ نیاک که جون سکند یه برنامه ای دارن ات سیلو رستوران. من تا حالا توی سیلو رستوران نرفتم. این کلمه سیلو همون سیلوی خودمونه، سیلو مخزن اینا بود که توش گندم و اینها چیز میکردن، اینجا اینجوری مینویسن. در صورت نوشته که جوین نایاک اکشن، اکشن نه اکشن، اکشن اند آی ای بی ای آن ترزدی June 2nd at Silo Restaurant in Washington D.C. to get our community excited for this election year. Come enjoy an extended happy hour. میگه بیاین با هم اونجا صحبت کنیم. بعدم try the شمشک کاکتیل، یه کاکتیلی هم یا شمشک درست میکنه یا به اسم شمشک هست. Delicious food and خوراکای خوشمزه و اینها. happy hour هم ساعتش extend کردن، یعنی اصلا 2 ساعت 3 ساعته، اینها استثناءن گذاشتن 4 ساعت 5 ساعت که همه بتونن برسن و مشغول باشن. و اما یادمه این اوائل انقلاب این جوک رو یواشکی هم مردم میگفتن، حالا براتون اینجا هم عکسش رو نشون میدم هم این جوک رو. اگه اشتباه نکنم آقای بنی صدرم اینو گفت، حالا نمیدونم که اون دفعه‌ای که من دیدم ایشون رو تو فرانسه و 1.5 ساعت در خدمتش بودیم گفت یا توی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدم. در صورت صبح ایران امروز، نمیدونم این روزنامه کجاست، تاریخی هم نداره، نوشته علت زندانی شدن یک ارمنی در تهران. اوائل انقلاب یه ارمنی میفته زندان، ازش میپرسن چرا آوردنت اینجا، میگه خودمم نمیدونم، من یه ساندویچ فروشی دارم. بعد از انقلاب چند نفر یک عکس آوردن تو مغازه، گفتن این عکس رو بزن روی دیوار، عکس امام بود، ما هم عکس رو چسبوندیم روی دیوار. یه مدت بعد همونا یه عکس دیگه آوردن، گفتن این رو هم بزن روی دیوار،
ما هم این کار رو کردیم، فهمیدیم عکس هم عکس بنی سعد بود، ما هم چسبوندیم گذاشتیم اونجا. بعد از یه مدت چند نفر آمدن گفتن عکس اون جاکش رو بیار پایین. من پرسیدم کدومشون رو، که دیدم منو گرفتن و آوردن اینجا. اینم اتفاقا خیلی خوبه، نشون میده که اگر تا دیروز با یکی خوبید احترامش میذارید، آقای پیرگدای خراسان فردا نیا. حرف خوبی زدی ولی ای کاش که عمل کرده بودی، چون خودت عمل نکرده بودی. من خندم گرفت وقتی این رو شنیدم و دیدم، و دیدم هم شما هم این تیمور لنگ هر دوتون این کار زشت رو انجام دادید. و سلام، در آخرین برنامه تان عکسی نمایش دادید که تابلوی خاموش کردن آتش با الله اکبر گفتن بر آن نوشته شده بود، که این حدیث از پیامبر در کتاب بهار الانوار چاپ شده و نقل گشته بود. آیا می شود در علن گفت، در عموم گفت این کتاب بهار الانوار نوشته علامه مجلسی بدترین و بی اساس ترین کتاب اسلامی است؟ از حضرت عایشه مادر مؤمنین 11600 حدیث نقل شده. این خانم 6.5 هجری یعنی 2366 روز همسر پیغمبر بودند. چجوری اون وقت 11600 تا، یعنی هر روز 5 تا حدیث میگفته، یعنی روزی 4.8 من راوندش کردم، راوند اپ راوند داون، اگه از نیم پایین تر باشه میبریمش به عدد پایینی، از نیم بالاتر باشه میبریمش عدد بایی، اون میگن راوند داون، اون میگن راوند اپ. یعنی روزی 4.8 حدیث ایشان از شوهرشان نقل کردن. کتاب بهار الانوار 110 جلد است و بعد از 1100 سال اندی از آغاز اسلام نوشته شده. احادیث نقل شده از پیامبر که صحیح و معتبر شناخته شده، اگر خوانده شوند طبق حساب دانشگاه الازهر، الازهر قاهره، 216 سال نیاز است. حالا ببینید چقدر اینا دروغ گفتن و نوشتن، همش هم میگن حدیث حدیث. یکی از محاسن دین سنی ها اینه که به همین خاطر سنت پیغمبر رو قبول دارن ولی حدیث و ایناش رو قبول ندارن. آخه عزیزم، بله نوشته که اگر تمام ساعت، میگه اگه تازه 24 ساعت در روز خونده بشه 216 سال احتیاج داره که این حدیث فقط گفته بشه یا نوشته بشه. آخر عزیزم یک چیزی باید بشنوم تا باورم بشه، همش برای گله کردن مردم است. وقتی با آخوندها وارد این گونه بحث میشوم فوراً مرا کافر خطاب میکنند. ناراحت نباش دوست عزیز، تنها نیستی، ما همین مشکل رو داریم. و اما من اون روز وقتی که اون دوستمون که کار کرده بود در رادیو تلویزیون ایران و در جاهای مختلف و الان هم داره یه کار تحقیقی انجام میده و میخواد کتابی بنویسه و امیدوارم ویدیویی هم درست کنه، نوشته بود که با صفا حائری و اینها کار میکرده، براش نوشتم این صفا حائری از همون حائری های آخوندهای مشهد هستن و ایشون توضیح داده. نوشته درباره سوال شما در مورد آقای محمد صفا حائری، معروف به صفا حائری نوه آیت الله عظما شیخ احمد حائری مازندرانی است که در کربلا مقیم بود و در زمستان سال 1957 درگذشت. در اثنای جنگ جهانی دوم در عراق نفوذ بسیار داشت. تمام فرزندانش از 3 ازدواج قبلی در ایران اقامت داشتند و از مذهب دور، و صفا حائری یکی از نوه‌ها بود. 2 دختر و 2 پسرش از همسر چهارم در کربلا و بغداد می‌زیستند و بعد از خرابی اوضاع به ایران و آمریکا مهاجرت کردند. صفا حائری هرگز مذهبی نبود و بسیار معمولی و بدون پوز و افاده و با صراحت بود. در سفرهای اردشیر زاهدی به خارج همراه او بود. بعدها با هویدا، اما هر وقت میشد همراه خانم فرح پهلوی بود. در اثنای کارم با ایشان همراه فرح خانم به چین مسافرت کرد. پایان جنگ ویتنام و انقلاب جنرال او فقیر علیه ملک جنرال
جنرال فقیر او علیه ملک حسین و ملک حسن در مغرب و حوادث بسیاری را پوشش خبری داد، بر زبان فرانسه و انگلیسی تسلط داشت و هنگام افتتاح دفتر که همراهش بودم از اینکه در اثنای جشن‌های تخت جمشید از ایران بیرون آمده اظهار خوشنودی میکرد. جشن‌های تخت جمشید منظورتون جشن‌های 2500 ساله است که اون واقعا افتضاح بزرگی بود. الان شما ببینید میگه ایران توریستا و اینایی که میخوان برن معامله کنن تمام هتل‌ها رو گرفتن. آخه اون چی بود؟ میگفتن برای گردشگری و اینها هم شاه این کار کرده، این پول اگه داده بود یه عده‌ای میرفتن اونجا، یا داده بود یه هتلایی ساخته بودن. در صورت خراب کردن با اون نادانسته، اونها هم فکر کردن که چیزی حالشونه، افرادم آمدن دانسته ریشه زدن، تیشه زدن به ریشش. سرتان را درد نیارم، به امید نامه های دیگر شاد و خرسند باشید. من منتظر شما هستم دوست عزیز که یا برنامه هایی رو در تلویزیون مردم اجرا کنید یا به صورت تهیه کننده برنامه هایی رو بنویسید و اینا که ما بتونیم اجرا کنیم، چون به نظر میرسه که شما آدم دنیا دیده هستید. و اما آقای علی زرابی معرف حضورتون هستن، اصلا فامیل زرابی تو کار کتاب و کتابخونه و اینها خیلی معروفن و من این افتخار رو دارم که از سال 2001 الان 15-16 سال است ایشون رو میشناسم. ایشون هم همیشه به من محبت داشتن، از این بابت ممنونه. دیروز یه ایمیلی آمد با این عنوان، دیدید که مثلا میگن التماس دعا، یه نفر برای یه کسی یه چیزی میفرسته التماس دعا، یعنی این مشکل رو ما داریم شما دعا کنید. ایشون ننوشته، من میفهمم این رو فوروارد کرده، ولی دوستان شما وقتی فوروارد میکنید شما یه جوری در اون خبر سهیم و شریک هستید. حالا خود منم بعض وقتا این کارو میکنم، و اون دفعه علی شیرازی اون چیزی رو که فرستاده بود، یه خبری رو که میخوایم بگیم، سقراط گفته بوده نمیدونم اینجاشو تحقیق کن اونجاشو چیز کن و اینها، ای کاش همه این کار رو میکردیم. دیروز آقای علی زرابی برای من و 60-70 نفر دیگه، که اینم کار درستی نیست آقای زرابی عزیز من، شما یاد بگیرید با مردم BCC blind copy بفرستید، CC carbon copy نفرستید. اسامی میفته، الان یه خانمی التماس میکنه از من آقا یاد من بده چجوری من اینا رو بلاک کنم. 69 تا پیرمرد نشستن یه جایی یه چیزی میفرستن، اسم من بیچاره افتاد. پسر خود من همینجوری شده بود، اسمش من یه دفعه اشتباه کرده بودم با این آقای آرمن ساگیچیان، نمیدونم چی چیه خلاصه. آقا این ول نمیکنه دیگه، آخر کار به پسرم گفتم بابا جون بلاکش کن. این اگه شعور داشت میفهمید که نمیمد بگی من خدا و پیغمبر با هم تماس گرفته، اونم تو قرن 22 و 21 و از این چیزا، ولش کن. خلاصه برای آقای زرابی، ایشون نشته بود که یک، بریدن سر حسین ابن علی و بردن آن نزد عبیدالله ابن زیاد. بریدن سر عبید، همینجوری تعریف میکنه، این سر اینو میباره میبره اونجا، اون یکی سر اونو میباره اون سر اونو میبره اونجا. مهم اینه آخرش میگن که در آن زمان نه رژیم صهیونیستی وجود داشت و نه آمریکا، نه القاعده و نه داعش، فقط اسلام بود و قبلا رو مسلمانان. من اینو نوشتم پاسخ، شما هم ببینید که من درست میگم یا اینها. نوشتم دوستان سلام، گور پدر محمد و همه مسلمانان از خوبش تا بدش. آخه جای بسی تأسف است که دوستی چون آقای زرابی با آن همه دانش اینگونه بدون تحقیق تاریخ سربریدن، تاریخ سربریدن را به مسلمانان نسبت میدهد. دوستان لطف کنید کمی تحقیق کنید، آیا کسی که سر کوروش را 2500 سال پیش از بدن جدا کرد مسلمان بود؟ اون سربازه و اون خانم گریک و یونانی سربرید اون مسلمان بود؟ این همه در تاریخ سربریدن، شروع سربری به مسلمان ها میخواد بخوره؟ نکنید الان چون از یه عده بدتون میاد تاریخ رو عوض نکنید، خودتون رو اشتباه نندازید. بابا برید نگاه کنید عکس فرانسوی ها که سرای الجزایری ها رو بریدن، گرفتن دستشون با افتخار، همون تو جنگ ویتنام و اینا، برید ببینید همون موقع هم که اسلحه داشتن و اینها
حاضر می شدن با نمیدونم چاقو و اینها به این و اون به چه بلایی. نکنید این کارو آقای زرابی، اسم خوبتون رو، اسم با اعتبارتون رو به خاطر یه سری ایمیل های بی اعتبار، اینجوری شما بی اعتبار نشید. در صورت نوشتم که خوشحال میشم اگر از بین شما دوستان کسی مایل باشه که مهمان ما باشه تا در برنامه در این باره صحبت کنیم. این لینک رو هم بخونید، لینک رو بردم گذاشتم که میگه از هزاران سال پیش روش اعدام و سربریدن کم خرجترین و بیشترین اثر رو داشته. و خب بعدش هم باز ضمناً قربونت برم، این خود این مسلمان ها اینا همه یهودی بودن، اینا همه کاسبای یهودی بودن تو اون منطقه. چی دارید شما میگید صهیونیست نبوده؟ برای صهیونیست اسم یه حزبیه که حزبم دروغه، مثل حزب این دوست ما که واس کرده بود تو ایران. بهش میگم اساسنامت کجا رفت؟ من اگه این میدونستم همون اول ازت سوال میکردم. یه تعریفی هست میگه بعضیا رو وقتی میخوای امتحان کنی یه $10 ده تومانی بهشون بده قرض، این به خاطر این دیگه پیداش نمیشه، از شرش راحت میشی. درصدی دوستان ساعت 2:47 دقیقه بعد از اون روز چهارشنبه است و 13 دقیقه دیگه برنامه آقای یزدان خدابندلو شروع میشه. برنامه آقای یزدان خدابندلو رو از هفته قبل جدا و مستقل کردیم، جدا ضبط میشه و این حسنش اینه که به جای اینکه امروز و فردا و جمعه پخش بشه، از امروز تا چهارشنبه هفته دیگه پخش میشه. یعنی هم برای ایشون خوب بود، هم برای من که جزء برنامه ها نیست، بیشتر برای ایشون خوب بود، برای من که فرقی نمیکنه. من قسمت اول برنامه به اصطلاح بودم، هنوزم هستم. و اما با تشکر از ارسال لینک مصاحبه آقای خدابنده، ما حالا یه جا داریم خدابنده لو، یه جا داریم خدابنده. اتفاقا میخوام از آقای خدابنده لو سوال کنم که با اون خدابنده ها که مجاهد بودن و بعد ول کردن و یکیش الان در انگلستان هست و یکیش در ایران، آیا ایشون نسبتی داره یا نه. و اما میگه از 5 روز پیش پنجمین اکیپ خانواده های اعضای مجاهدین از ایران به جلوی کمپ لیبرتی عراق رفتن تا شاید بتوانند با عزیزانشان که مدت بیش از 20 سال است از آنها بیخبرند دیداری داشته باشند و یا حداقل خبری از زنده بودن آنها کسب کنند. سازمان نه تنها به این خانواده ها اطلاعاتی از فرزندشان نداده، بلکه به وسیله تعدادی از گارد چماقدار خودش که سر و صورت خود را پوشانده بودند اقدام به فحاشی و فیلمبرداری از این خانواده ها نمود. در چند ویدیوی زیر که توسط این خانواده ها تهیه شده، نحوه برخورد تربیت شدگان رجوی به ازای تقدیم گل و شیرینی و خاک ایران از سوی خانواده ها به آنان و فریادهای خواهری برای دیدن دو برادرش و مشاجرات بین خانواده ها و نگهبانان قلعه و زندان لیبرتی در بغداد به وضوح دیده می شوند. لطفاً این ویدیوها را در طول و یا آخر برنامه های آقای عیسی‌زاده هم پخش کنید. خیلی ممنون. من به دوستان هم گفتم روز جمعه با آقای عیسی آزاده، ببخشید گفتم عیسی‌زاده فکر کنم، با آقای عیسی آزاده خواهیم بود و این فیلم ها را هم آماده میکنیم و پخش میکنیم. این هم از این. و اما آقای علی شیرازی لطف کرده بیش از 1200 ضرب المثل ایرانی برای ما فرستاده. اگه کسی میخواد این یک، اون وقتا چی میگفتیم؟ جزوه میگفتیم، دوره پولیکوپی و جزوه و اینها بود. فکر کنم از کتاب کوچیکتر میشد جزوه، یا چیزای دست نویس و اینا رو که چاپ کتابی نبود و اینا میگفتیم جزوه. در صورت 36 صفحه است، اگر مایل باشید تماس بگیرید، من براتون میفرسم. 1200 ضرب المثل ایرانی، بذارید اینجا یکم کوچیکترش کنم بهتون نشون بدم و اگر خواستید بگید براتون میفرسیم. دوست داشتید حمایت کنید تلویزیون مردم رو، نداشتید مثل اون سلمونی که مجانی داد فردا 40 ایرانی رفتن، برید و فردا فوش بدید. نه ببخشید این عوض شد اینجا، بله، بیش از 1200 ضرب المثل ایرانی. یک مثلا شماره یکش اینه: آب از دستش نمی چکد،
آب از سرچشمه گل است، آب از آب تکان نمیخورد. این پایین ترش نوشته دوستان، ببینم میارید الان. آها اینجوریه، قشنگ شماره داره به ترتیب الف با هم هست، 1200 تا ضرب المثل. یه نفر بیاد این برنامه رو بشینه روزی 10 تا ضرب المثلش رو بگه و ریشه پیدایش اون ضرب المثل رو هم تعریف کنه. حتما لازم نیست وقتی میخواین برنامه داشته باشید شما بیاین ایران رو آزاد کنید، جنبش رو فلان کنید، بعد میگم خب شما که نمیتونی حساب دخل و خرج خودت رو بکنی، شما که میگی نمیدونم هرچی پول داشتم خرج فولادوند و خرج حخا و اینا کردم، همش هم میگی اونها کلک به هم زدن. شما چجوری الان امروز رود میاد که بگی کلک خوردم، بگی کلک خوردم، بعد ادعا کنی که میتونی 75 میلیون 80 میلیون نفر راهنمایی کنی؟ خب اون کلک خوردم که شما رو به اصطلاح دیسکوالیفای میکنه، یعنی شما رو مردود میکنه توی این مصاحبه‌ای که مردم میخوان شما رو استخدام کنن. این همون چیزی که من بارها گفتم دوستان، اگه شما یه رستوران باز کنید بخواین یه نفر بیاد بشه منیجرش، بشه مدیرش، آیا به کسی که شرکت نفتیش رو ورشکست کرده، بانکش رو ورشکست کرده، جواهرات باباشو که از ایران آوردن دزدی از مردم، اینا رو یه هندی گولشون زده فرار کرده، شما اینو میکنید منیجر رستورانتون؟ اگه فکر میکنید این کیه، این رضا پهلویه، ولی شما میگید ما میخوام بشه رئیس مملکتمون، شما حاضر نیستی رستورانتو بدی دستش، رستورانی که صاحبش نیستی، فقط اجارهش کردی، اون وقت مملکت رو میخوای به دست یه همچین کسی که نتونست سه تا شرکت رو توی 37 سال گذشته نگه داره. یکی یکی هست، شرکت نمیدونم مدینه، شرکت نفت، شرکت فلان، شرکت فلان، پول از این و اون گرفته، به دروغ بهشون گفته. این کلاهبرداری هایی که همون مداف کیه توی نیویورک کرده، اینم یه نوع کوچکترش بود. جناب سوربی، من دقیق متوجه نشدم این نوشتار جناب علی زرابی است. میدانید که ایشان همشهری من هستند و از خانواده های محترم و معتبر مشهد هستند و من شخصا برای ایشان و خانم نازنین از همسر ایشان احترام و ارادت خاصی قائل هستم. به هر صورت از پست این نوشتار از شما ممنونم، پاینده و پرتوان باشید. ممنونم. این یکی از دوستانی بود که جزو همون لیست چند نفره بود. خب هنوز هم هستیم دوستان روی فیسبوک. بله، بعد از شادی صدر و تلویزیون من و تو نوبت به شیرین عبادی رسید، مشاهده فرمایید. میدونید که یه چند نفر هستن یک جنبش یا حزبی رو به نام الاهواز، حتی الاهواز رو با ه دو چشم نمی نویسن، با ه جیمی می نویسن. بذارید براتون اینو بیارم: حمایت شیرین عبادی از تروریست های الاهواز در بریتانیا. دوستان یه چیزی من براتون بگم، خیلی اکسایدد نشین، بعض وقتا این بنده خداها رو دعوت میکنن، اینا از یه دو جا هم میپرسن آقا این کیه اون کیه، هیچکس نمیدونه. وقتی میرن شرکت میکنن بعد میفهمن که بابا این مثلا همین الاهواز بوده. خانم عبادی، گروه الاهواز جدایی طلب و طرفدار ترور هستن. بعد همین نوشته: اخبار ایران، ایرانیان کانادا، نه از زمانی که شادی صدر در چهارمین کنگره حزب الاهواز شرکت کرد و به این گروه تروریستی مشروعیت داد خیلی میگذرد و نه زمان زیادی از عضوگیری ها. خیلی خب خود شما که جالب گفتید، گفتید با وجودی که شادی صدر شرکت کرد و دیگران شرکت کردن، اینها به جایی نرسیدن. حالا نگرانیتون چیه؟ و بذارید باز باشن شرکت کنن. مگه همین کجا بود میگفت میخوایم جدا بشیم، مردمش رأی دادن گفتن نمیشیم، فلان اسکاتلند بود، کجا بود دو سه سال پیش؟ درصد من نمیفهمم. و به نظر من اینها خب چون چهرهای سرشناس هستن ازشون دعوت میشه میرن و گهگاهی هم جاهای اشتباه میرن، جاهای خلاف میرن. بذارید ما این دیگه بختی هم نمونده، میخواستم بگم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. گفتم اونایی که ما رو میشناسن خودشون میدونن که میتوانن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. احادیث رو گفتیم، هایری رو گفتیم، التماس تفکر این نوشته گفتم همون در رابطه با التماس دعا هست و روز
جمعه با آقای عیسی آزاده خواهیم بود از کانون آوا، و امروز ساعت 5 هم به صورت زنده با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. و آقای پرویز مینویی آخر برنامه‌اش میگه خب دوستان زنگ بزنید، من باید یادم باشه به ایشون میگم خب اگر میخواین که مردم، من نمیخوام زنگ بزنن دیگه، این صدا رو هم بستیم، اگه کسی هم زنگ بزنه حتی تو برنامه میره تو پیامگی، ولی شما اگه میخواین مردم زنگ بزنن باید اول برنامه بهشون بگید که سیستم برنامه‌تون اینجوریه و خوشحال میشید با مردم صحبت کنید. ضمناً آقای مینوی، اون هیجان اولیه تلویزیون های ایرانی از بین رفته که مردم زنگ بزنن، چون یه چیز بی خودی هم شده بود. من میخوام بیام امروز راجع به این آقا صحبت کنم که اینجوری گفته، یکی زنگ میزن میگه آقا شما راستی آقای ضیا فهمیدید پول فلانی رو خورد؟ منم میگفتم بله پول خود من رو خورد. اصلا یه چیز بی ربطی میمد اینجا. در هر صورت بمانه انجلا مرکل که میدونید صدر اعظم آلمان هست، این نوشتارم یکی از دوستان برای من فرستاد، دوباره چون به صورت اینجوری هست من میدونم که این رو آقای مسعود سهیلی خودش ننوشته، از یه جای آورده و من آقای علی شیرازی اون کاری رو که شما گفتید و نقل قول کرده بودید از سقراط انجام دادم. از آقای سهیلی ببینید اینایی که این خط بغلشه، بعدم که هی فوروارد میکنن یه خط دو خط سه خط میشه 30 خط 40 خط. از آقای سهیلی مسعود میرزا پرسیدم که شما لینک اصلی این رو دارید که چه به آلمانی نوشته باشه چه به انگلیسی نوشته باشه؟ ایشون گفت نه. دوستان نصف بیشتر این خبرهایی که پخش میشه یه آدم لو لایف، ولی نمیخوام کلمش رو درست بگیم، پس فطرت به ایرانی، یه آدم بیکار علکی میاد نظر خودش به جایی که خیلی قشنگ بنویسه نظر من اینه، مثلا خانم مرکل که رفته فلانجا به نظر من این برای این رفته، میاد دروغ مینویسه. البته من نمیدونم این دروغ باشه یا نه، ولی فکر میکنم. نوشته که آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان که هفته گذشته برای مذاکره در مورد آوارگان جنگ داخلی سوریه به ترکیه رفته بود، در بازگشت از آنکارا مطالب جالبی از اغتشاش فکری و روانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را افشا کرد. بذارید من چون باور دارم این درست نیست نخونم. حالا اگه شما کسی مخصوصا آلمان، اون دوستمون داریوش که توی رادیو آلمان و اینا هم بوده، اگه این مقاله‌ای هست که نوشته یا گفته ای مصاحبه ای از این خانم بعد از سفرش به ترکیه هست بیان بگیم. من فکر میکنم خانم آنجلا مرکل سیاست مدار با سیاستی هست، مثل شاه ما یابو برش نمیداره بگه من دیگه با چشم آبیا چنین و چنان، یا این یابو برش داره بگه با اردوغان چنین و چنان. اینها با سیاست عمل میکنن. من فکر نمیکنم همچین چیزایی رو گفته باشه و این رو هم نمیخونم. 2:59 است، اجازه بدید من 1 دقیقه این برنامه رو به اصطلاح عوض کنم که بتونم برنامه آقای یزدان خدابندلو رو به اصطلاح ضبط کنم جدا و ایشون رو هم روی خط بیارم. از دوستانی که روی فیسبوک ما رو دنبال میکنن، اگر ما رفتیم و وصل نشد، اون شعر معروف اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم رو داشته باشید. ضمناً این ویدیوها تا 1-2 ساعت دیگه هم در آرشیو یوتیوب ما، هم در آرشیو خود صفحه وبسایت ما و هم در صفحه فیسبوک گذارده یا گذاشته می شود. این هم از این ماجرا. ببینیم آقای یزدان خداوندلو کجا هستند و چه می... ببینید تأخیر، من کی گفتم حالا کی اونجا صداش میاد؟ تأخیر من کی گفتم؟ بله قطع کردم اینو که صدا قطع بشه. خب ببینیم آقای خدابندلو این زیر هم بنویسیم و این هم بیاد اینجا. آقای خدابندلو لطف کنید اگر چیز دیگه ای، مخصوصا تلویزیون مردم اگر روشن هست خاموش کنید، پروگرام های دیگه تا با هم این برنامه رو مثل هفته قبل اجرا کنیم و ضبط کنیم و داشته باشیم. برنامه خوبی بود به نظر من، نظر شما چیه در اون مورد؟